و دنباله درگیری های اخیر در ولایت فرا پیکرجویان اطلاع بر پاسگاه نیروهای امنیتی در مربوطات مرکز این ولایت حمله کردند. در این حمله 7 نیروی امنیتی کشته و 15 نیروی دیگر روبوده شدند. این در حالی است که از چندی به این سو حملات پیکرجویان طالب بر پاسگاه‌های نیروهای ارتش و پلیس شدت یافته است. این شدت حملات پیکرجویان طالب بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی باعث نگرانی ساکنان و بزرگان قومی ولایت فرا شده است. عبدالستار حسینی یکی از بزرگان قومی در فرا میگوید که به دلیل کمبود نیرو مسئولان امنیتی توانایی بیشتر در مقابل پیکرجویان طالب را ندارند. بنان مسئولینی که در هیجا هست، مسئولین توانایی با این نیرو بیشتر از این نداره. دینشا به خری گینکان آمدن، 200 نفر عملور شدن با سلاح دوربین دار، با توپ 82 سرشانهی، با دشکه، با حتی با آنوی دیوار امون موته یا بیز شکستان با تانگ داخل اوزه شدن. در همین حال اعضای شورای ولایتی فرا از شدت ناامنی در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. دادالله قانی عضو شورای ولایتی فرا از حکومت مرکزی میخواهد که اگر به ولایت فرا نیروهای بیشتر اعزام نشود و حملات هوایی را شدت نبخشند، این ولایت در آینده نزدیک سقوط خواهد کرد. از پر مرکزی حکومت باندې دا ژغ کوم کچیری و فرا ته دوی توجه ونه کی او اضافه قطعات را ونه لیږي، او زموږ د فراس فضا دوی په هوایی طاقتو باندې چې د حمایت قاتل دوی خپل تر کنټرول را دی نه ولي، د فرا ولایت به ان قریب په د سقوط سره مخامخ کیږي. از سوی هم مسئولان بیمارستان مرکزی فرا میگویند که در جریان 4 ساعت در ولایت فرا 29 کشته و زخمی به بیمارستان منتقل شده است. رحمدین یکی از دکتران بیمارستان مرکزی فرا میگوید که از این میان 9 نفر کشته شدند که همهشان نیروهای امنیتی هستند. 13 سلور ساعتو که مجموع که مکتا 9 تپیان امری شفانه تراول شده چه غوز جمله سخه 60 تپیان او 9 تن امری دی چه 60 تپیانو که اشپارستانه پولیس دی او دریتن نور ملکی دی پا ملکی که کچینان هم شامل دی او پا نه تانو مردی که وطن پولیس او دوطن ملکیان دی. گفته نیست که پیکرجویان طالب اوایل ماه رمضان از چندین جهت به شهر فرا حمله کردند که این حمله با مقاومت نیروهای هوایی و زمینی مواجه شد. بعد از این حمله عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی و دفاعی برای از بین بردن پیکرجویان طالب آغاز شد و با خاموش شدن عملیات پیکرجویان طالب مجدداً حملاتشان را بر پاسگاه‌های نیروهای ارتش و پلیس شدت بخشیدند. در تازه‌ترین رویداد شب گذشته پیکرجویان طالب در ولسوالی بالابلوک فرا یک قرارگاه نیروهای ارتش را سقوط دادند.